پاکستان در سال 2024 با ثبت 11 مورد قتل خبرنگاران به یکی از مرگبارترین سالها برای اصحاب رسانه تبدیل شده است. این آمار در حالی ثبت شده که هنوز 4 ماه از سال باقی مانده و نگرانی های جدی را در مورد امنیت خبرنگاران و آزادی رسانه ها در این کشور ایجاد کرده است. توجه شما را به گزارش همکارم در این زمینه جلب می کنم. در سال جاری میلادی 11 روزنامه‌نگار پاکستانی به دلیل فعالیت حرفه‌ای خود به قتل رسیدند. این آمار نگران کننده نشان می‌دهد که پاکستان به پناهگاهی امن برای قاتلان روزنامه‌نگاران تبدیل شده است. تحقیقات نشان می‌دهد که بسیاری از این قتل‌ها به دلیل گزارش‌های انتقادی روزنامه‌نگاران درباره فساد، جنایت سازمان یافته و دخالت سیاستمداران در امور رسانه‌ها بوده است. با وجود وعده‌های دولت برای بهبود امنیت خبرنگاران، این قتل‌ها همچنان ادامه دارد که نشانه از عدم اراده جدی مقام‌های دولتی برای مقابله با این معضل دارد. سازمان مدافع آزادی مطبوعات، کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران و گزارشگران بدون مرز بارها نسبت به وضعیت خطرناک روزنامه‌نگاران در پاکستان هشدار دادند. این سازمان‌ها بر لزوم پیگیری جدی پرونده‌های قتل روزنامه‌نگاران و مجازات عاملان این جنایات تأکید کردند. برخی از سیاستمداران و افراد با نفوذ برای حفظ منافع خود پشت پرده اصلی طراحی و یا حتی اجرای حملات به روزنامه‌نگاران هستند. یکی از دلایل عمده‌ای که این قتل‌ها همچنان ادامه دارد این است که بسیاری از قتل‌های روزنامه‌نگاران در پاکستان بدون مجازات باقی می‌ماند. فعالیت گروه‌های تروریستی در برخی مناطق پاکستان نیز بر امنیت خبرنگاران تأثیر گذاشته است. تعداد زیادی از رسانه‌های پاکستانی با مشکلات مالی دست و پنجه نرم می‌کنند که باعث می‌شود روزنامه‌نگاران برای حفظ شغل خود از انتقاد از قدرتمندان بترسند. ارتباط ما برقرار شده با افسر رضا، کارشناس امور هند و پاکستان از پاکستان و افغانستان از اسلام آباد. آقای افسر رضا، چرا پاکستان به یکی از مرگبارترین و خطرناکترین نقاط دنیا برای خبرنگاران تبدیل شده؟ آیا امیدی به بهبود این وضعیت وجود داره؟ بفرمایید. سلامت باشه، ممنونم از وقتی که در اختیار بنده حقیق گذاشتین. بزرگوارید، بفرمایید. افسر، بله بفرمایید. متاسفانه طی سالهای اخیر سوء امنیت علیه جامعه خبرنگاری و روزنامه‌نگاری در پاکستان به تعداد زیادی مشاهده شده که تا ترین آن قتل یکی از این خبرنگارا در ایالت سن بود به خاطر روشنگری علیه برخی از فعالیت‌های پلیسی، همچنین منفجر کردن خودرو یکی از رؤسای سابق باشگاه خبرنگاران و روزنامه‌نگار ارشد در ایالت بلوچستان، جایی که همواره خبرنگارا روزنامه‌نگارا هدف برخی از اقدامات غیر معمول، یعنی نسبت به اینکه ناپدید میشن یا زخمی میشن یا از طرف نهادهایی که گفته میشه مدیریت‌های امنیتی تهدید میشن. اکثر مواقع ما مشاهده میکنیم که بر گزارش‌ها در خصوص دستگاه‌های امنیتی منتشر میشه یا نهادهای حاکمیتی سیاسی موجب رضایت این دستگاه‌ها نبوده و اقدام به ارعاب و شد افکنانه برای جامعه خبرنگاری میکنه. هرچند دولت پاکستان طی سال‌های اخیر اقداماتی واسه تأمین امنیت و یا حفظ منافع جامعه روزنامه‌نگاری کرده، اما نهادهای مستقل حقوق بشری و حفاظت از روزنامه‌نگاران همواره نگرانی خودشون رو نسبت به تشدید خشونت علیه خبرنگاران و یا مرگ و میر مرموز روزنامه‌نگاران در پاکستان اعلام کردند. بله، با تشکر از افسر رضا، کارشناس امور هند، پاکستان و افغانستان از اسلام آباد که پیرامون این گزارش دعوت ما رو پذیرفتند.